باز هم سفر دیگری را آغاز می کنم از جنوب کالیفرنیا و لس آنجلس به سمت شمال کالیفرنیا و سان فرانسیسکو و این بار هدفم بازدید از شهری است که به عنوان شهر محبوب هنرمندان شناخته می شود و زمانی شهرداری چون کلینت ایستوود هنرمند و بازیگر و کارگردان سرشناس آمریکایی را به خود دیده است. عنوان کوچه باغ در ادبیات ما، به ویژه در ادبیات معاصر ما، حتما به گوشتون خورده، اما این کوچه باغ فقط مختص به ایران نیست، در ینگ دنیا هم کوچه باغ پیدا میشه. از این کوچه باغ زیبا عبور میکنیم و با من همراه میشید تا شما رو ببرم به تماشای یک شهر بسیار زیبا، دیدنی، جذاب و منحصر به فرد. با من همراه باشید برای اینکه با شما به تماشای شهر زیبایی خواهیم نشست به نام کارمل بای دی سی که به عنوان کارمل معروف هستش و ویژگی های منحصر به فردی داره که به تدریج بهتون توضیح میدم. خب اینجا دانتان شهر کارمل هستش و ما در مرکز شهر، قسمت قدیمی شهر هستیم، شهری که قدمتش برمیگرده به سال 1902 که پایه‌گذاری شروع شد و در اکتبر 1916 شهر شکل و هویت امروزی خودش رو پیدا کرد و ساخته و پرداخته شد و در سال 1906 بر اساس بررسی و آمارسنجی که در کالیفرنیا شمالی و سان فرانسیسکو اتفاق افتاد متوجه شدن که خیلی از هنرمندا به این شهر علاقه دارن و در نهایت در سرشماری 1910 شمال کالیفرنیا و سان فرانسیسکو مشخص شد که 60% ساکنین این شهر کوچک اغلب هنرمندانی هستند در حوزه‌های هنری مختلف، نقاشان، مجسمه‌سازان، هنرمندان تئاتر و سینما که این شهر رو به عنوان مأمن و محل زندگی خودشون برگزیدن و این شهر به جهت اقامت بسیاری از هنرمندان شناخته شده و مشهوره. اما یکی دیگر ویژگی های جالب این شهر در طول قدمت صد و چند سالش این هستش که به جهت اینکه تعداد زیادی از هنرمندان در این شهر زندگی می کنند، شهردار منتخب این شهر هم گاهن از هنرمندان مختلفی بوده، از جمله هربرت هرون، بنیانگذار فارست تیاتر، پری نیوبری، هنرمند دیگه ای بوده که به عنوان شهردار مدت اینجا فعالیت کرده و یک شخص بسیار شناخته شده در بین علاقمندان هنر ایرانی هم به مدت 2 سال شهردار این شهر بوده به عنوان کلینت ایستوود، بازیگر و کارگردان برجسته سینمای امریکا که بیشتر اون رو با عنوان سینمای وسترن در ایران میشناسن و در چند سال اخیر با وجود قدمت و کهولتش همچنان در دهه نهم زندگی خودش به فعالیت مشغوله. در سال 1984 به مدت 2 سال جناب آقای کلینت ایستوود شهردار این شهر بوده. کلینت ایستوود خودش متولد منطقه بی ایریا در شمال کالیفرنیا و سان فرانسیسکو هستش و در حال حاضر هم محل اقامتش در شهری هستش که به این منطقه بسیار نزدیک هستش. اما این شهر یک قوانین منحصر به فردی داره که خیلی جالب توجه برای شما بگم. یکی از قوانین جالب توجه این شهر این هستش که پوشیدن کفش پاشنه بلند برای خانم ها ممنوعه و این یک قانون جالبی هستش. دلیلش هم به خاطر لاسوت ها و شکایت های مختلفی هستش که بر علیه کسبه باز شده و مدت های زیادی هستش که این قانون اعمال میشه. یک قانون جالب دیگه هم داشتم اینجا سال جاری و ساری بود و اون این بود که خوردن بستنی در فضای عمومی ممنوع بود که در حال حاضر این قانون رو برداشتن و این ممنوعیت و محدودیت نره. وقتی دلیلش رو پرسیدیم گفتم به خاطر کثیف شدن خیابون و معابر خوردن بستنی سالهای سال اینجا ممنوع. جمعیت این شهر زیبا بنا به آمار و سرشماری های سال 2000 4600 نفر بوده که در حال حاضر حدود 800-900 نفر ازش کاسته شده و در قلب این شهر حدود 3700 نفر ساکن هستند. چیز جالبی دیگه که اختتام این گزارش هستش و توضیحات من رو کامل میکنه و ممکنه برای علاقمندان جالب باشه این هستش که در این شهر یک رویداد
جالب توجه تاریخی هم اتفاق افتاده و به خاطر همین رویداد بود که پای من به این شهر کشیده شد. در سال 1985 اگر اشتباه نکنم یک دیدار تاریخی بین دو اسطوره سینمای جهان و ایران در این شهر صورت گرفت، بین بهروز وثوقی اسطوره تکرار نشدنی سینمای ایران و کلینت ایستوود که اون موقع شهردار این شهر بود و در این شهر و در یکی از رستوران‌های مشهورش این دو گپ و گفت طولانی و جالبی زدن که در ماحصل این گفتگو کلینت ایستوود خیلی ابراز تمایل و علاقمندی داشت که با بهروز وثوقی بتونه همکاری رو داشته باشه که این اتفاق تا کنون نیفتاده، ولی این حسن اتفاقی که در این شهر اتفاق افتاد هم برای علاقمندان سینما شاید جالب باشه. اگه گذرتون به کالیفرنیا افتاد و شمال کالیفرنیا و سان فرانسیسکو منطقه بی ایریا، به این شهر کوچیک هم حتما سر بزنید. در اتوبان 101 خروجی هستش که شما رو به این شهر میرسونه و در انتهای این شهر هم که اقیانوس آرام به زیبایی حال شما رو تلاش میکنه با زیبایی و عظمتش. در یک بستنی فروشی در مرکز این شهر تصویری از کلینت ایستوود شهردار سابق و چهره محبوب این شهر را می‌بینید بر دیوار و نیز تصاویری از ساکنین قدیمی این شهر در سده گذشته. اغلب مردم این شهر با حیوانات رابطه بسیار خوبی را دارند. Clint Eastwood was a mayor here in our little hamlet of Carmel by the Sea, and he did some good things, protected some land for against development, and he was popular. He lives up in Tehama right now, which is a sub development. It's not close too far. To you. It's off of is it Route 68? Mm-hmm. Okay. از حسن اتفاق یک گالری رو در قلب دانتان کارمل پیدا کردیم که آثاری از سایمون بول رو به نمایش گذاشتیم. این فروشگاه یکی از فروشگاهی هستش که در قلب دانتان شهر کارمل واقع هستش و فروشگاهی هستش که کسانی که به این شهر میان برای بازدید به عنوان یادگار میتونن از این شهر خرید بکنن و یادگاری ببرن. با من همراه بشید تا یک سری از کادوها و سوغاتی‌های ویژه این شهر رو نشونتون بدم که بیشترش مربوط به تاریخچه و قدمت این شهر هست. شاید براتون جالب باشه که ببینین که شهر به این کوچیکی با قدمت کمی که داره ببینید چقدر کتاب در مورد تاریخچه این شهر و هویت این شهر نوشته شده. این کتاب
راجع به اول کارمل یا شهر قدیمیش توضیح داده شده، مقالات متعددی راجع به افراد و شخصیت‌های مختلف توضیح داده شده و کتاب‌هایی با عکس‌های مصور راجع به این شهر بسیار بسیار زیبای ساحلی که دونه دونه خونه‌ها و ساختمان‌های مختلف رو توضیح داده، ویژگی‌هاشون رو، خدمتشون رو و مالکیتشون رو و در دسترس علاقمندان هست. ضمن اینکه حالا سوغاتی های دیگه هم تو این فروشگاه موجود، از جمله شمع های بسیار زیبا و شکلات های زیبا که میتونن کسانی که میان بازدید از این شهر خریداری کنن. و در انتها سری هم به ساحل زیبا و تمیز و جذاب این شهر زدیم. از شما دعوت میکنم به صحنه هایی از این ساحل زیبا توجه کنید. و در پایان بازدید از این شهر دل به جاده می سپاریم برای برگشت به جنوب کالیفرنیا و لس آنجلس.